عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. پوریا بهرادکیان هستم و خیلی خوشحال از این بابت که یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کردم تا از طریق برنامه اینفوگرام و کانال بهرادکیان در خدمت تک تک شما عزیزان باشم. امروز میخوام به دو موضوع مهم بپردازم که هر دو موضوع تیتر اخبار روز شده و در فضای مجازی و به ویژه در رسانه‌های داخلی و اپوزیسیون دست به دست داره میچرخه. خبر اول اختصاص پیدا میکنه به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق ایران، فردی که در روز گذشته قصد داشت که فرودگاه امام خمینی رو به مقصد گواتمالا ترک بکنه بعد از اینکه به اتفاق همراهیانش وارد فرودگاه میشه و قصد داره به هر حال کارت پرواز رو عکس بکنه. ماموران امنیتی جلوی او رو میگیرن، گذرنامه او رو ضبط میکنن و از سفرش به گواتمالا خودداری میکنن. خیلی جالبه، این اتفاقی است که به هر حال خیلی به ندرت ممکنه در یک کشور رخ بده. وقتی که آقای احمدی نژاد در اواسط دهه 90 به صورت فله‌ای نیروهای اطلاعاتی رو به استخدام وزارت اطلاعات در می آورد و البته از جانب نیروهای اطلاعات سپاه هم به شدت مورد حمایت قرار گرفته بود، کسی گمان نمی برد که قریب 10 سال بعد همون نیروهای فله‌ای که ایشون استخدام کرده بود مقابلش قرار بگیرن و سفرش به کشور دیگه خودداری بکنن. آقای احمدی نژاد، اینکه شما در روزهای اکنون و روزهای فعلی اپوزیسیون این نظام شدید و سعی میکنید خودتون رو کنار مردم قرار بدید، باید یادتون بیاد که در سال 88 وقتی که یه سیل و جمعیت زیادی از مردم در مقابل شما ایستادن و به خیابانهای شهرهای مختلف کشور آمدن، همین شما بودید که با همون نهادهای امنیتی و اطلاعاتیتون جلوشون رو گرفتین، حتی دستور دادید به رئیس نیروی انتظامی کل کشور که رقبای شما در انتخابات رو هرچه سریعتر دستگیر بکنین. شما بودید که با آقای احمدی مقدم دستور دادید که آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و آقای محمد خاتمی رو فوراً دستگیر کنن، اتفاقی که آقای احمدی مقدم زیر بارش نرفتن و اون رو منوط و متوقف تونستن به اجازه رهبری. و اصرار شما در این زمینه واقعا خیلی عجیب به نظر می رسید. همون شما بودید که در روزگاری که جوانان مردم، جمعیت ایران به دنبال یک کورسوی امیدی بودن تا بتونن آیندهشون رو بسازن، تا بتونن هدفها و انگیزه های خودشون رو حفظ کنن برای فردایی بهتر، شما با تدابیر خودتون، با سیاست ها و طرز نگاهی که نسبت به مسائل روز و اداره کشور داشتید، همه اون امید آرزوها رو به نوعی قلع و قمع کردید، نابود کردید و مردم رو دچار استیصالی کردید که بعد از شما مجبور شن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن و فقط به فردی که در شعارهای خودش رو مقابل و مخالف شما جلوه میداد و جلوه میکرد سعی کنن رأی بدن تا مثلا از اون سیاه‌چالی که شما براشون درست کرده بودید نجات پیدا بکنن. حالا شما میخواید سفرهای خارجیتون رو آغاز بکنید و اظهار نظرهای سیاسی و ایدئولوژیتون نسبت به شرایط فعلی کشور رو در قالب یک نیروی اپوزیسیون کلید بزنید تا دوباره اعتماد مردم رو جلب بکنید و اون جهنمی که در اون 8 سال برای مردم ساختید رو به یک شیوه دیگری در ایران مستقر بکنید. خب خیلی جالبه، واقعا میگن که زمین گرده و روزی روزگاری ممکنه همه آنچه و همه اون بلایایی که شما سر دیگران آوردید، حتی گروهی که تحت لوا و تحت فرمان شما به بدنه حکومت و دولت تزریق شدن، روزی بر سر شما بیارن. خب این اتفاق جالبی است و قطع به یقین به ویژه در کشورهای امریکای جنوبی که به آقای احمدی نژاد و دیدگاهاش خیلی علاقه‌مند هستند و ایشون رو هم خیلی خوب میشناسن، میتونه خیلی تأثیر بگذاره اونها رو در این ارتباط که خب رئیس جمهور به اصطلاح محبوب
کشوری که روزگاری با اونها روابط حسنه ای داشت امروز حتی اجازه پیدا نمیکنه از کشورش خارج بشه و گذرنامهش رو هم ضبط میکنن. خب این اتفاق جالبی است. نکته دیگری هم که باید در این برنامه راجبش صحبت بشه برمیگرده به اتفاق ناگواری که برای یکی دیگر از دختران جوان کشور ما رخ داده. خانم آرمیتا گراوی، اگر اشتباه نه گراوند، عذرخواهی میکنم، خانم آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که چند روز قبل به اتفاق تنی چند از دوستانش به مقصدی میخواست بره و مترو تهران رو برای رسیدن به این مقصد استفاده کرده بود. متاسفانه ایشون دقیقا در همون لحظه که وارد مترو میشه با توجه به اون ادعایی که صورت گرفته حالشون بد میشه، سرشون گیج میره، با کمک تعدادی از دوستانشون از واگن مترو پیاده میشن و در اصل به حالت بیهوش در میان و نهایتا به بیمارستان میرن و این کما تا امروز ادامه داشت. خب اخبار زد و نقیزی از این اتفاق منتشر شده. ما در وهله اول شاهد این بودیم که مادر ایشون آمد و شروع کرد به صحبت کردن با رسانه های داخلی و سعی کرد فضا و جو رو خیلی آروم بکنه و بگه که خب رسانه های بیگانه، نیروهای اپوزیسیون از این اتفاق سوء استفاده نکنند، یه اتفاق کاملا نرمال و طبیعی رخ داده. خب بعد از اون مادر هم به هر حال به شدت نگران بود، ناراحت بود. در ادامه ما شاهد حضور یک خانم دیگری از به ظاهر اقوام و خیشاوندان آرمیتا بودیم که در کنار مادر ایشون حضور داشت و ایشون به شدت تلاش میکرد فضا رو خیلی نرمال جلوه بده و حتی جایی که مادر آرمیتا اومد در ارتباط با عدم دسترسی به همه تصاویری که در این ارتباط منتشر شده و وجود داره صحبت بکنه، اون خیشاوند اومد و سعی کرد مادر رو ساکت بکنه و در برابر دوربین های تلویزیون ایران عنوان کرد که نه، فیلم ها رو به خانواده آرمیتا نشان دادن، هیچ مشکلی نیست، کسی سوء استفاده نکنه، همه چی داره به شکل کاملا استانداردی مدیریت میشه و و و و. بعد از اون یک گزارشی از صدا و سیما پخش شد که خانم آمنه سادات ذبیح پور ظاهرا این گزارش رو تولید کرده بودن، مبنی بر این که تمام فیلم های مترو تهران و اون ایستگاهی که ایشون درش ورود پیدا کرده، بعد رفته سوپرمارکتی خرید کرده، رفته در اون سالن انتظار نشسته تا مترو بیاد، مترو اول عبور کرده، منتظر بودن که همه دوستانشون بهشون اضافه بشن و بعد با مترو دیگر زمانی که میخواستن سفر رو آغاز بکنن همون موقعشون حالش به هم میخوره و ایشون رو از فضای مترو خارج میکنن. این در حالی است که در همه این مدت و فیلم هایی که از ایشون ثبت شده و به ادعای رسانه های اپوزیسیون بعضن و تکای از این فیلم ها تختی شده هم هست، آرمیتا بدون حجاب اسلامی و پوششی بوده که به هر حال پوشش عرفی مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است. چند اتفاق اینجا افتاده، من میخوام راجع به همه این اتفاق ها صحبت بکنم. ما فرض میکنیم که اصلا روایت جمهوری اسلامی و رسانه های جمهوری اسلامی 100% صحیحه، هیچ گونه روایت دیگری هم در این ارتباط مجاز نیست، صادق نیست و درست نیست. چرا باید شما وقتی یک خبرنگار رسانه مستقل، این مستقل که میگم به معنی این که مجزا از رسانه های نزدیک به حاکمیت ایران هست، خبرنگار یکی از رسانه ها که رفته گزارشی رو تهیه بکنه از چگونگی به کما رفتن آرمیتا، شما این خبرنگار رو دستگیر کردید، یعنی حتی اجازه پیدا نکرده این گزارش رو منتشر بکنه و شما بعدن بگید که آقا این گزارشی که شما منتشر کردی دروغینه، ایراد داره، هزار یک جور گرفتاری برش وارده، پس بیام دستگیرت کنم. مثلا همون موقع خبرنگار رو دستگیر کرده. بعد در وهله دوم شما که میدونید مردم ایران یا اکثریت جامعه نسبت به رسانه جریان اصلی
نزدیک به حاکمیت، آقا موضع منفی دارن، موضع نقادانه دارن، براشون تولیدات شما باورپذیر نیست. خب وقتی شما میای توسط افرادی که این افراد درست ظاهرا چهره های رسانه‌ای به شما میبرن، ولی راجبشون شایعات زیاده، نمیدونم گروههایی از مردم یا قشر وسیع از مردم شاید منتقد نوع تولید محتوای اینها باشن، میایید به صورت انحصاری تولید خبر در ارتباط با آرمیتا رو محدود میکنید به پوشش هایی که اینا میدن از اخبار روز. خب معلومه که حتی اگر اینها بخوان واقعیات رو الان منعکس و منتشر بکنن، به واسطه حالا دیدگاه های سیاسی شخصیشون یا فعالیتشون در رسانه های خاصی که مورد تایید حاکمیت هستن یا اصولا حضورشون در صدا و سیما، خب طبیعیه که مردم بدگمان باشن. وقتی شما میدونید که کاری نکردید، حقیقت هم کاملا روشن و واضحه، پس چرا نگرانید از اینکه یک خبرنگار مستقل یا خبرنگاری که در روزنامه یا نشریات وابسته به جریان فکری مقابل مثلا دولت فعلی هست بیاد اون هم گزارش ها رو داشته باشه و خبر منتشر بکنه؟ بعد از یک مقطعی به بعد ما میبینیم که اصلا اجازه از پدر و مادر آرمیتا گرفته میشه برای اینکه بخوان هر گونه اظهار نظری داشته باشن. حتی توییت هایی زده میشه مبنی برای اینکه بله پدر آرمیتا کاملا زندگی نرمال طبیعیش رو داره ادامه میده، داره سر کار میره. خب شما بگید وقتی یه نفر بچهش تو کماست و دو روزم هست که این اتفاق افتاده، اصلا با چه اعصاب و چه روحیه‌ای داره میره سر کار؟ اصلا کدوم کار، چه کاری؟ نکته دیگر این که ما شاهد این موضوع هستیم که خب همه چی داره به شکل کاملا تکراری و شبیه به آن اتفاقی که برای مهسا امینی عزیز رخ داد در همون قالب داره منتشر میشه. خب چرا باید این ایراد فنی، این ناکارآمدی در تولید و انتشار خبر رو شما دوباره تجدید بکنید؟ اولا شما که میگید هیچ برخوردی صورت نگرفته و هیچ فردی حتی سراغ آرمیتا نیامده، هیچ تنشی برای او ایجاد نشده، خب پس این حجابان هایی که شما در سالن های مترو گذاشتید برای اینکه مردم رو به راه راست هدایت بکنن و اونها رو دعوت بکنن به پوشش اسلامی، اینا چیکاره بودن؟ مگر خانم آرمیتا به عنوان یک دختر بالغی که بدون حجاب وارد اون مجموعه شده از نگاه شما کاری خلاف قانون انجام نداده و شما کلی اونجا پرسنل خانم تو سالن‌های مترو استخدام نکردید که به یک فردی که به هر حال حجاب رو رعایت نکرده تذکر بدن؟ چگونه ممکنه که ایشون نزدیک به 30 دقیقه در مترو بوده و حتی یه دونه از این حجاب‌بان‌های شما نیومدن بهشون تذکر بدن که خانم مثلا حجابتو رعایت کن؟ اگر نکردن که پس بابت چی اینا رو اووردید و دارید بهشون حقوق میدید؟ اگر اینا اومدن این خانم رو دعوت به رعایت پوشش به نوعی میشه گفت اجباری کردن، پس وظیفه‌شون رو به درستی انجام دادن. چرا بعد از اینکه آرمیتا این اتفاق براش افتاده شما یه تعدادی از این حجاب‌بان‌ها رو از متروها و از سالن‌های مترو حذف کردید؟ این وسط چه اتفاقی داره رخ میده؟ اگه کارتون درسته و فکر میکنید که باید یه تعداد خانم حجابان بذارید اونجا که به خانمهای دیگر، به مسافرین گیر بدن که خانم ها مثلا حجابتو رعایت کن، پس چرا اینها تذکر نمیدن؟ اگر تذکر دادن و به تعبیر شما، به زعم شما کار درستی انجام دادن که تذکر دادن، پس چرا حذفشون کردید بعد از اتفاقی که برای آرمیتا افتاده؟ اصلا خودتون میدونید چی کار دارید میکنید؟ دقیقا خودتون میدونید چه سیاستی رو دارید پیاده میکنید؟
بعدم این دختر خانم رو شما منتقل کردید به بیمارستان، نه پزشکش میتونه اظهار نظر کنه، نه پرستارا اجازه صحبت دارن، نه همکلاسی ها و معلماش میتونن حرفی بزنن. دو تا از همکلاسی هاش هم نشوندید چند روز قبل با تته پته و ترس و استرس و استراب فراوون که اصلا نمیتونستن خودشون رو از این استراب جدا بکنن، نشستن به پاسخهای مورد تایید شما واکنش نشون دادن. یعنی شما سوالاتی رو پرسیدید، احتمالا جوابهایی رو هم برای اون سوالات خودتون طراحی کردین و گفتید شما بعد بچه ها این جوابها رو بدید، اونا با تته پته و استرس و استراب اومدن جوابهای مورد تایید شما رو دادن. آخه وقتی یه اتفاقی میفته، وقتی یه اتفاق احمقانه ای که سرشار از بلاهته در سال گذشته رخ میده و نظم و به نوعی میشه گفتش که حیثیت اجتماعی خود شما رو تحت شعاع قرار میده، باز دوباره داره اتفاق میفته و باز شما با همون سیاست های غلط دارید نسبت به این اتفاق واکنش نشون میدید. آقا مگه شما نمیگید که اصلا هیچ احدی هم نبوده، کسی هم بهشون تذکر نداده، ایشون اصلا ممکنه آقا فشارش افتاده، قندش افتاده، وارد کما شده. مگر شما نمیگید که ضربه‌ای به سرش نخورده، تنشی وارد نشده، کسی نرفته هدایتش کنه، امر به معروفش بکنه، خودش به صورت اتوماتیک این اتفاق براش دختر 16 سال افتاده؟ آقا ما میگیم اصلا شما درست میگید. چرا اجازه نمیدید خبرنگارهایی که متعلق به جریانهای فکری باز زیر مجموعه حاکمیت هستن ولی حالا مخالف شاید نگاه دولت مستقر رو داشته باشن، چرا اونا نمیتونن بیان اظهار نظر بکنن، گزارش تولید بکنن؟ چرا به محض اینکه یه دونه از اون خبرنگارا میاد فعالیت حرفه‌ای خودش رو انجام بده دستگیرش میکنید؟ خب معلومه اینجوری شما حتی اگر درست هم دارید میگید، حتی اگر حقیقت رو هم دارید بیان میکنید، کسی باور نمیکنه. اگه تنها راوی شما برای بیان حقیقت آمنه سادات ذبیح پور باشه، معلومه کسی اون حقیقت رو نمیپذیره، چون نوع نگاه خانم ذبیح پور که مشخصه، ایشون عینکش کاملا یک زاویه دید مشخصی رو صرفا میتونه روایت بکنه. ایشون در برابر بقیه حقایق کشور ما کور هستن، نابینا هستن. مدیر مترو بیاد صحبت بکنه، اجازه بدید پدر مادرش بیان نظرشون رو بگن، با دکترش به صورت مفصل صحبت بکنید، مردم رو روی هوا رها نکنید. بله الان رسانه های اپوزیسیون طبق قاعده اصلی که به هر حال اینها پیگیری میکنن میان و سعی میکنن همه شبهات و همه ابهامات رو مطرح بکنن و شما به دلیل اینکه پاسخ مناسبی رو در زمان مناسب ارائه نمیکنید، مردم رو نسبت به خودتون بدبینتر میکنید. شما قطعا میدونید وقتی چنین حادثه ای رخ میده، ولی وقتی چنین اتفاقی میفته حتما نیروهای اپوزیسیون براش برنامه ریزی میکنن، حتما در راستای اهداف و منافع خودشون تولید محتوا خواهند کرد. شما فیلمی رو منتشر کردید، آقا رسانه‌های اپوزیسیون دست گذاشتن میگن آقا شما از روی تایمری که این فیلم رو منتشر کردید که از زمان پایین اومدن این دختر خانم از پله‌های مترو گرفته تا رفتنش به سوپرمارکت، بعد آمدنش به محدوده‌ای که سوار بر مترو بشه، محل استقرار، شما همه اینا رو فیلم گرفتید، تو این تایمر 10-15 ثانیهش تقطیع شده نیست. میگن اون 15 ثانیه کجاست؟ شما به جای که بیاید پاسخ درخور بدید، یه سری لاتائلات، یک سری مسائل دیگر رو مطرح میکنید. بعد یه خانومی که وقتی خب وقتی که ایشون مادر داره، پدر داره، یکی از اقوامش اومده داره راجبی چی حرف میزنه؟ بعد جالبه که نمیگن نسبت اون خانومم چیه، میگن بله ایشون یکی از اقوام و خیشاوندان آرمیتاست. اون خانوم داره با یک
حلاوتی سعی میکنه که بگه آقا همه چی نرماله، همه چی طبیعی، اصلا این دختر باید تو کما میبوده، یعنی اگه نمیبود ما باید تعجب میکردیم، همه چی کاملا اوکیه. تصاویرم به مادرش نشون داده میشه و مادر وقتی میاد میگه نه همه تصاویر رو به من نشون ندادن، مادر الان بازداشت میشه. وقتی کسی پدر مادر زنده و ظاهر داره، چرا وقت خیشاوندش که اصلا نمیدونسته این دختر چه ساعتی از خونش خارج شده، کجا میخواسته بره، چرا میخواسته بره، چرا مترو رو انتخاب کرده بوده، چرا این باید بیاد اظهار نظر بکنه؟ بعد میگه خیشاوند، خب نسبت این خانم چیه با آرمیتا؟ یکی از خیشاوندانشه؟ خب بیاد بگید خیشاوند یعنی چی؟ یعنی خالشه، دختر خالشه، عمشه، دختر عمشه، دختر داییشه، دختر عموشه، کیشه؟ خب این اتفاقیست که الان داره توی کشور ما میفته. سیستم رسانه‌ای فشل. بله وقتی رسانه شما ستارش مهران رجبی است، وقتی سقف بینندگان شما و سقف میزان جذب و رضایت مخاطب شما به 20% هم نمیرسه از جمعیت کل کشور، معلومه که لنگ در هوا میمونید و نمیتونید مردم رو قانع بکنید و با کوچکترین ابهامی که رسانه‌های اپوزیسیونی مطرح میکنن میشه گفت عملا قاچمز میشید. وقتی روایتگر خبر شما میشه خبرنگار مورد تایید خودتون صرفا و رسانه های دیگر و خبرنگاران دیگر آزادانه نمیتونن در این حیطه تولید محتوا بکنن، این مدیریت امنیتی کشور نیست، این یعنی نفوذ، این یعنی اتفاق ناگواری که سال قبل میفته به شکل دیگری تکرار میشه و درست به همون طریق فشل و ناکارآمد و بیخردانه سال قبل باز دوباره همه چی داره ادامه پیدا میکنه. چرا بعد یه دختر 16 ساله یهو این اتفاق براش بیفته؟ چرا مثلا یه دختر با حجاب نباید یهو بیهوش بشه؟ اینا سواله دیگه. چرا تو اون جماعتی که شاید اکثریتشون هم یه شالی انداخته بودن سرشون، فقط بعد این دختری که هیچی سرش نیست یهو بیهوش بشه؟ بعد شما چرا استرس براتون میداری یهو این حجابان ها رو بر میداری؟ اصلا چرا اینا رو گذاشتین؟ یه سری خانم که بیان اونجا به دیگران تذکر بدن، احتمالا ماهیانه 10-15 میلیون هم بهشون حقوق بدی. اصلا مکانیزم استخدام نیروی شما، امر به معروف کردن شما چیست؟ آقا مردم دلشون میخواد اینکه حجاب داشته باشن یا نداشته باشن رو خودشون تعیین بکنن. کسی هم لخت نشده تا به امروز تو ایران. چند اتفاق و چند فاجعه دیگه بعد رخ بده که بابا بیخیال شید شما. چقدر باید هزینه بدید؟ اصلا برای خودتون، من برای جامعه رو کاری ندارم، خود شما چقدر باید هزینه بدید تا بفهمید بابا نمیشه نسل امروز رو این شکلی کنترل کرد؟ بابا یکم سر عقل بیاید دیگه. یعنی نمیدونم واقعا به خودتون رحم کنید حداقل. حالا به مردم هم اگر رحم نمی کنید به خودتون رحم کنید. سیستم داره به قدری فشل میشه که حتی به خودش هم دیگه نمیتونه رحم کنه، یعنی خودش داره خودشو میبله. این بیماری های خودیمن هستن که این گلوبول های سفید در درون ساختار ایمنی بدن چون به گونه تکثیر میشن
که نمیدونن باید واقعا وظایفشون رو به درستی انجام بدن و این باعث میشه که بعضا افراد رو دچار بیماری های خود ایمن بکنه. وقتی شما بیش از اندازه میخواید کنترلگری بکنید، بیش از اندازه میخواید جامعه رو زیر نفوذ خودتون داشته باشید، یهو میبینید که یه همچین فجایعی هم رخ میده، یه همچین آسیب هایی هم و وقت به ساختار و شاکله کلی خودتون وارد میشه و حتما این رو میدونید که در تمام سالهای اخیر هر تظاهرات و هر اعتراضی که شکل گرفته نسبت به اعتراض پیشتر بسیار بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر بوده و مدیریت و فروکش کردنش هم بسیار سخت‌تر. اینقدر همه چیز رو سانسور نکنید. من یادم میاد زمانی که مایکل جکسون از دنیا رفت، بسیاری از رسانه‌ها و بسیاری از تحلیلگران اومدن و جز به جز راجع به تمام سناریوهایی که ممکن بوده برای مایکل جکسون اتفاق بیفته صحبت کردن. بالغ بر یه هفته 10 روز داشتن پزشکان متخصص رو می آوردن، دوستان صمیمیش رو می آوردن، اعضای خانوادهش رو می آوردن، خبرنگارهای مختلف تحلیل‌های خودشون رو از مرگ مایکل جکسون ارائه می‌کردن. یکی میگفت هنوز زنده است، این بدلشه که مرده، یکی میگفت نمیدونم خودکشی کرده، یکی میگفت اومدن کشتنش، یکی دیگه میگفت به مرگ طبیعی از دنیا رفته و همه این سناریوها داشت در فضای رسانه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. در صورتی که اگه مایکل جکسون متعلق به ما ایرانی ها بود، شرط رسانه مون آقا حرف نزنید، آقا این موضوع رو به پوشش ندید، این سناریو رو حذف کنید، این افراد نیان توضیح بدن، اونی که ما میگیم بیاد توضیح بده. و تو به امروز کسی نمیدونست اصلا مایکل جکسون چی شد که مرد، اصلا ناراحتی قلبی داشت نداشت، خودکشی کرد و مردم گیج و گم بودن، همونطور که برای ناصر عبداللهی این اتفاق افتاد. تا همین امروز مرگ ناصر عبداللهی از نگاه خیلی ها در حاله از ابهامه. آقا خانواده همسر دومش اومدن کشتنش، خانواده همسر اولش ناراحت شدن زن دوم گرفته اومدن کشتنش، بسیاری از افرادی که در نزدیکی او زندگی میکردن و از قومیتی بودن که او هم از آن قومیت برخواسته بود، به دلیل تفاوت دیدگاه مذهبی که باهاش داشتن اومدن زدن کشتنش. طلبکاراش افتادن به جونش. چی باعث مرگ ناصر عبداللهی شد؟ تا امروز کسی نفهمیده، مگر افرادی که بهش نزدیک بودن که اونم باز شایعاتی مطرحی در ارتباط با نوع مرگ ناصر عبداللهی. بس کنید این رفتار پوسیده متحجرانه رو، به مردم پاسخ بدین، اجازه بدین خبرنگارها از جریانهای فکری و رسانه‌ای مختلف بیان پوشش بدن ماجرا رو. و این توهم این که مردم حرف شما رو میپذیرن رو بریزید دور. مردم اگه قرار باشه تنها راوی یک اتفاق و ماجرا شما باشید، اعتماد نخواهند کرد. و از نگاه من اون سیستم و اون گروهی که سعی دارن کنترلگری بکنن و صرفاً از جانب خبرنگارها یا رسانه‌های مشخص و مورد تایید خودشون اخبار اینچنینی منتشر بشه، اینها به اعتقاد من درشون نفوذ به شکل پررنگی داره اتفاق میفته. بارها گفتم نفوذ فقط در جریان رسانه‌های اپوزیسیون نیست. وقتی شما یک رویه رو غلط میبینی و تجربه تلخی هم نسبت به اون رویه غلط داری ولی باز تکرارش میکنی، این یعنی یا شما عقل نداری یا اینکه به هر حال مأموریت داری که این شکل قضیه رو ببینی و روایت کنی و حتما هزینه های این مدل روایت کردن رو هم میدونی چیه. در هر صورت امیدوارم که واقعیت روشن بشه. ما که هرگز پشت ابر باقی نمیمونه، مطمئن باشید 1 سال 2 سال 10 سال ممکنه زمان ببره ولی بالاخره روزی فاش خواهد شد.
همان گونه که مرگ تختی و حقیقت مرگ تختی فاش شد، همونطور که حقیقت کشته شدگان سینما رکس آبادان برملا شد، همونطور که نحوه مرگ شریعتی در انگلستان مشخص شد، طبیعتا پس باید بدونیم و این رو بفهمیم که شاید سالها زمان ببره، ولی روزی افرادی که تقصیر عمده گردنشون بوده رسوا خواهند شد و امیدوارم که ما شاهد حقیقت باشیم و افرادی هم که خودشون رو وامدار حقیقت میدونن و مدعی این هستن که راوی حقیقت هستن با افکار عمومی این شکلی بازی نکنن و مردم رو هم احمق فرض نکنن. خیلی عذرخواهی میکنم اگر وقتتون رو گرفتم در این 30 دقیقه، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و بیش از این هم بهتره که بنده مصدی اوقات نباشم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان و با امید دیدارتون در برنامه هایی که من بتونم راحتتر و بهتر و با روحیه مناسبتری با تون صحبت بکنم.